سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشه. چه خبره؟ خوبید انشاءالله. بریم سراغ اصل مطلب. هر کسی که این ویدیو ما را میبینه و تا به امروز دنبال کننده کانال ما نیست، لطفا دنبال کنه و مطمئن باشید چیزهای خوبی رو پیش هم دیگه آموزش خواهیم یافت با هم دیگه. لایک کنید و هم کامنت بگذارید و بریم سراغ اصل مطلب. عزیزان من، گلهای من، دلم گرفته از این جریان ها، دلم گرفته از این شاید طفل بازی توی علوم غریبه، علوم غریبه ای که قرنها نسل به نسل، نسل به نسل، دست به دست و تا رسید دست ما داریم باهاش بازی میکنیم. بدجور هم داریم باهاش بازی میکنیم. چرا؟ به چه قیمتی؟ این علم علمی بالاتر از فیزیک. فیزیکو میشه با چشم خودت دید، با چشم خودمون ببینیم، اما متافیزیک نه. باید فوق فیزیک باشی تا بتونی متافیزیکو ببینی. تلسم تزمینی، آخه تزمینی 100%، اون هم تو 3 روز خجالت داره، گریه آوره. آخه تو از کجا میدونی تزمینیه؟ مگه تو قراره بری کلنگ بزنی؟ تو قراره کاری انجام بدی؟ فرستادی دست زعیم، فرستادی دست زیر دست های زعیم، رفتن انجام بدن، ندادن، تو چطور تزمینش میکنی؟ عزیزان من، به والله قسم، به همین صبحگاهی که دارم براتون زفت میکنم قسم، تلسمی تزمینی نداریم. شاید بشه گفت تا چه حدی و تا چه درصدی تزمینش میشه کرد، ولی تزمینی 100% نداریم. 100% فقط خداست. چی بگم؟ من وقتی برای کسی تلس می نویسم میتونم بهش بگم تا 90-80% جواب بده، ولی نمیتونم بهش بگم تزمینی. اینو هم نمیتونم بهش بگم که 1 روز طول میکشه یا 1 سال. شاید 1 دقیقه طول بکشه، شاید همون لحظه که بنویسی. کافیه یه دستور به جن بدی و بره همون لحظه انجام بده. زشته به خدا، قبیحه به خدا. به خاطر پول، پولی که امروز جیبت پره، فردا معلوم نیست نون شبت داری یا نه. چرا آخه؟ چرا؟ این جرم، باور کنید این جرم، باور کنید این جرم، بزرگترین جرم. علوم غریبه رو به مسخره گرفتید، خودتون رو به مسخره گرفتید، تا به کجا؟ یا هر کی یه اسمی برای خودش گذاشته، تلسم نمیدونم حرز امام جواد. الله اکبر. چی بگم؟ چی دارم که بگم؟ چی ندارم که بگم؟ از چی بگم؟ بعضی هم نمیدونیم بخندیم گریه کنیم، بعضی هم انگار دکون باز کردن، خاربار فروشیه، گوجه خیار، نمیدونم سیب زمینی، تلسم خوف،
و تلسم زبان بندی، تلسمی قوی برای زبان بندی. بسیاری از خانمهای شوهران خود را همچون موم در دست خود مطیع کردند. زبان بند عام و خاص، خار و ذلیل کردن دشمنان و مخالفان بدخواهان، مطیع کردن اشخاص مورد نظر، بستن زبان عموم تا پایان عمر دائمی، گشایش کارها در ادارات دولتی، دادگاه ها، مراجع قضایی، زبان بندی، فاضل آب، نمیدونم، دانشگاه. چیه بابا؟ یواش یواش بذار ما هم سوار بشیم. یا این تلسم یوسف و زلیخا، مهر، محبت، وابستگی، علاقه شدید، دائم و بدون تمدید. اصل کنن بدون تمدید، وکالت بلا عرض میده، بلا عرض، وکالت بلا عرض میده. ای بابا، ای بابا، ای بابا، بذار ببینیم چی دیگه هست. 100% تزمینی، فقط دایرکت بدید، جهت عاشق و بیقرار کردن. الله اکبر. تلسم قوی جدایی، تلسم جدایی برای سردی، تنفر و جدایی دو نفر شرایط خیلی آسان است، شرایط خیلی آسان است و بدون بازگشت. 100% تزمینی، بازگشت معشوق، بازگشت زوجین بعد از طلاق، مطیع کردن معشوق، آتش زدن قلب معشوق، تزمینی و با قیمت مناسب. بوده این برای بازار چینکو سفر احسن. کلا فقط اینجوری باید بخونیم. یادمونه قبلا زیاتی ها که می اومدن. ببینید، زبان بند، چشم بند، زبان بند، چشم بند، تلس بند، حصار، ازدواج، بخگوشایی، چینکو سفر، نالات، یشتری. بابا این مسخره بازی ها چیه؟ اصلا کلا جک بازاری باز کردن واسه خودشون با قیمت مناسب، قیمت هم میبره براش. تلس مگه قیمت داره؟ مگه روش قیمت میذارن؟ مگه روش قیمت میذارن؟ چرا روش قیمت نمیذارن؟ کی میدونه؟ یک دعانویس واقعی و تلس نویس و ساحر و روحانی نمیگه چقدر، چون شاید اولا اون شخصی که برات بیاد شاید تو مزیقه قرار گرفته و پولی از گلوی بچه هاش ببره یا از گلوی خودش ببره و بده دست تو، قرض قرض کنه، نداره. علوم غریبه خیلی جوان مردانه تر از این چیزی هست که داریم میبینیم. این علوم فریبه، نه علوم غریبه. باور کنید این علوم فریبه. تلسم نویس میدونید چی میگه به مراجع کنندش؟ نمیگه اولا شما مشتری هستید. مشتری رو همون مغازه میرن چیزی میخرن میگن مشتریه. اونی که مغازه مراجعه میکنه مشتریه. تلسم نویس کسی که بهش مراجعه میکنه میشه مراجع کننده. بله. واسه قیمت میدونید باید چی بهش گفت؟ باید بهش گفت من قیمت چیزی که تو الان از من میخوای برات مشکلشو حل کنم، این مشکلی که میخوای برات حل کنم، من قیمتشو نمیدونم چقدره، تو قیمتشو میدونی چقدره، پیش خودت قیمتش چقدره. هر چقدر که قیمتش بود پیش خودت همون قد من بده. نداشتی برو به سلامت، نداشتی یک روز دیگر برام بیار. بله به هدی که باید واسه من دعا کنی همین کافیه. خسته شده، دردمون میاد، وجدانمون دردمون میاد، علمی که خوندیم دردمون میاد، زندگی کردن. فعلا با اجازه عزیزان من، با اجازه تو فعلا ببینیم به کجاها خواهیم رفت.